ساحل آجی نیست، ایرانیه. ببین یه رسمی داره واقعا عجیب غریبه، تعریف کنه خودت پشمات میریزه، ولی باز نه دندونات میریزه. از اون گرفته تا انگشتم باید به دوتا بخره. انگشت بخره؟ یه لحظه یه پوز. عجیب ترین چیزی که از ایرانی ها دیدی توی این همه سال چی بوده؟ فوزونی. یکی از خدا تو تنهای هر شب کنارت باشه، انگاری قرار این دل تا همیشه قرارت باشه. من وسط در بزنم آمدم تو را ببرم، من دیگه گذشت آب از سرم. خیلی حالت خرابه صافو، خیلی خوش اومدی. سپاس. سعی کردیم یه خوده آقای ایرانی رو کلان شعرهای ایرانی واقعا بی زبون بیاریم. من توضیح بدم به بیننده های تیوی پلاس، ما یه برنامه داریم به اسم تیوی پلاس اینترنشنال که دعوت میکنیم از خارجی هایی که توی ایران زندگی میکنن و به زبان فارسی هم صحبت میکنن. این برای ما خیلی جذابه که چرا مثلا آدم های شبیه شما میاین ایران. ساخو چند سال ایرانی؟ من حدوداً 7-8 سال میشه که در ایران اومدم. عجیب ترین چیزی که از ایرانی ها دیدی توی این همه سال چی بوده؟ خیلی واسه عجیبه. عجیبه. آره. فضولی. فضولی. خدایش. تو چی فضولی میکنن؟ ببین تو هرچی. همه... متاسفانه. ببینیم یه سوال های کلن هست، یه سوال های اجتماعیه. میپرسی آدم حالم میکنه کلن بهت اطلاعاتم میده، میگه کلن حالا تو کشورش ما چجوری فلان و یا فلان و فلان. راجب سوال این که بعدش این است که سوال میکنن، نه تو زیر شلوارت میره. خدای را چیکار میکنن؟ سوال تو زیر شلوارت میره. یعنی چی تو زیر شلوارت میره؟ متاسفانه دیگه تو کشور من کسی هیچ وقت کلن نمیاد بی راحتی از حقوقت بپرسی چقدر کلن میگیری مایانه، ولی اینجا راحت این بار کنه، یه چیز طبیعیه. تو مجبوری جواب بدی؟ نه جواب نمیدی. میگن به تو ربطی نداره، میگن سوالایی هست که کلن سوال کلا شخصی خصوصیه. خصوصیه. اگه خیلی محترمانه حرف زدم اینه، ولی میگن به تو ربطی نداره. تو همه این سوال ازت میپرسن؟ آره، اصلا روزی کلا همچین سوالا کلا تکراریه. چندم چه کار مدلینگ هم میکنی؟ بله. تو چه برندی کار میکنی؟ واسه خیلی برندهای پوشاک. پوشاک ازم به حضور شما. خیلی گزینه و انتخاب متفاوتی هستی ها برای برندها، خیلی جذابی. مخلصتیم. یه چهره جدیدی. چاکرتیم. واقعا. دستمزدت چقدره برای مدلینگ؟ باریکالا. با همون فوزولی رسیدی. آفرین. جیبم میپوسی. به تو چه؟ آره. آخه من دستمزد مدل های ایرانی میدونم چقدر. میخوام تو چقدر گرونتری یا ارزونتری؟ ببین برای من سخو در اصل تو مورد کار همیشه توافقیه. به اگر راست آمدی کیس کارتو به من توضیح دادی، کسی که باید بازیش بکنه منم. پس من باید بدونم چه رول دارم. رول هایی که دارم بر اساس اون قیمت گذاری میکنه، یعنی ارزش گذاری میکنم. نمیتونم مثلا به خودم یک قیمت فیکس بدم، بستگی داره. بعضی ها منو میخوام فقط برای 3 ساعت کارشون انجام بدم. آفیش میکنن 3 ساعت؟ 3 ساعت. بعضی ها کلان 12 ساعت. بعضی ها کنند حالا فیلم که وقتی میره کنند عددش متفاوت میشه دیگه. ساخو میخوام یه رسم عجیب از ساحل آج رو واسه همون تعریف کنی، ببینیم چه اتفاقی برای ما میفته. رسم عجیبه توی ببین یه رسمی داره واقعا عجیب غریبه، تعریف کنه خودت پشمات میریزه، ولی باز نه دندونات میریزه. حالا باشه دندونامون میریزه. آره، بعدش آره، آره. خب اینو میگم منظورش چیز بود. بله. داستان اینجا این است که ما توی فرهنگمون مخصوصا توی بخش ازدواج یه چیز عجیب و غریب داریم، مخصوصا توی روی یه آدمای خاصی یه حساسیتی دارم. به فرض دوقلوها، اگر یه دکتر دوقلوی مثلا یه شخصی میخواد از یه خانواده بگیره کل خرج داره، یعنی باید دبل خرج کنه، دو برابر باید خرج بکنه. یعنی اگه مثلا تو دوقلوی درسته؟ بله، کدام دوقلوی؟ خود دوقلوی. بله. اگه مثلا قول دومت دختر باشه، دومات که بخواد با خواهر شما ازدواج کنه، بعد این هزینه که برای خواهر شما انجام میده برای خودم بکنه؟ این همون چیزهایی که خریداری شده از این هم بکرده. از اون گرفته تا انگشتم باید به دوتا بخره. انگشت بخره؟ آره. انگشتر؟ انگشتر ببخشید. آها. گفتم فارسی ببخشید. سوری مای فرنش. آره.
تو نگم الان نترس دیگه از مثلا چیا بعد چیکن واقعا تصورات از آفریقا نه دیگه نه نترسیم به خدا آدمای خوبی هم نیستون شما و خیلی مهمان نوازم هستن نه ما کلی بازیکن آفریقایی خوبم تو فوتبال ایران بازی میکنن اینا الان تازه داریم بازاریابیشون رو میندازن ولی خب خیلی چیزن یه اصطلاح خونگرم هم مثل ایرانی خیلی گرم میقادر همون کلا هم مچ هم میسن زود آره اینو داشتم میگفتن در مورد این رسم عجیبه دومات چیا باید بخره برای دختر هر چی مثلا یه تعداد لباس هایی داریم دلست. که ما بهش میگیم پنج این پنج ها لباس های سنتی کشورها آفریقا هستش بح. که واسه ازدواج بح. اینا باید خریدارو بشه واسه یه بلنده درسته اصلا این دخته نشد هنوز دخته پارششه آها پارچش سنگین و گیرون ها بذار چی شد؟ سایلاش برده جدی؟ نه راستش خودش راستش چند دو راستش یه لحظه یه پوز بدن راستش لکار دو بگنه 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 خب بینندگان عزیز در این لحظه اعلام کردن که ساحل آج برد 2-1 مالیو برد 2-1 مرد سجده کرد مثل امیر قلعه‌نویی سجده شکر ساحل آجی نیست ایرانیه تهرونیه این بندری هم میشه بندری هم میشه آقا خیلی بله این هم بندری میشه به افتخار برد ساحل آج زنده باشید واقعا مرسی ما خیلی سخت نمیگیریم تو ازدواج تو آفریقا سخت نمیگیریم نه ایرانی ها سخت میگیرن ایرانی ها از اینه که میکنه تو ازدواج ما اینا نداریم اصلا یه صدو میشن ما اینو خرجش نمیگیم نه بابا چی دیدی مگه تو عروسی های ایرانی ها واقعا خیلی خرج میکنن قبل از ازدواج دارین تو ازدواج خودش داره زن و شوهر از نکی میکنن تا برسن کلان تو خونه هاشون جیب خالیه تازه دعوا شروع میشه دیگه چرا یه جوری کلان جمع جور بشه ازدواج کاریداری نیست که یه جوری میگی که ولی تجربهشو داشتی تو ایران نه تجربه نداشتم دیدم دوستای دارم که به خاطر اینکه عروسیشو بگیرن کلی خرج کردن رسیدن سر زندگی لخت دادن یه لخت لختم اسکای میکنه ولی پول دیگه پول نیست آخه واسه چی باید این همه چهره رو بدی بعد خود بدبخت بشه کلان بعد شما هم دو مادر بدبخت میکنید نه اتفاقا اون انتخاب کرده که بره دو گلو بگیره این شانسشه علی بیگاتر همون این ارزش اینه کاملا مسلط بوده بله. میدونسته که اتفاق میافتاد حاضرام هست شما بله هر چی که برای منم خریده مردم نشو دیگه ببین معدوناشون میخرن و بعضیاشون زنونه توشه و من چه کار میکنم اونجا اگه مرد دوگلو دوم باشه خوش با حال خانوم اون وقت یعنی دو برابر چیز داره دو برابر رو همون هزینه که کلان قدمش کلان دست اونو میره چه باحال